السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. در قدم نخست به خانواده استاد بزرگوار شهید مهراب دکتر صاحب استاد بزرگوارم و در قدم دوم به تمام مردم مؤمن سرزمینم در سر تا سر دنیا تسلیت عرض نموده و از الله سبحانه و تعالی خواهان بهشت فردوس الله به دکتر صاحب و صبر جمیل به همه پیروان دین حق استدعا دارم. از دشمنان دین، دشمنان مردم مظلوم افغانستان، دولت فاشیست بی غیرت ناکارا همه نفرت داریم. افسوس به حالتان که روز به روز عالمان را شهید می سازن، مردم بیگناه را شهید می سازن، اما یک نفر نیست که صدای خدا بلند کنه. اینا خو شهید میشن، شهید پاک میشن، پیش پروردگار می روند. شهید گمان نکنین که مرده است، بلکه او زنده است، جاویدان است. اما وای به حال شما روز تمام تان مردار می شوید، هم در دنیا ناکام استید و همچنان در آخرت. صدها عالم ما را شهید می سازن، هیچ صدای بلند نمی شود. می بینین یک نفر در امریکا توسط پلیس کشته شد، تمام مردم استاد شدن، صدای خدا بلند کردن. اما از ما یک عالم پرافتخار ما، خادم دین ما، کسی که دیگه نظیر از او را در تاریخ نخواد داشتیم، شهید می شود اما هیچ کس صدای خدا بلند نمی کند. دولت هم خاموش است، تنها می آیند تقبیه می کنند. دیگه این کار زشتانه هیچ وقت ما فراموش نمی کنیم. ما قاتلین دکتر صاحب می خواهیم به هر قیمت می شود. از اینکه ما هر روز بمیریم چه زیباست یک روز به افتخار بمیریم. اگر حکومت کرده نمی توانید رها کنید، با این ناکامیتان چرا چوکی حکومت را به زور محکم گرفتین؟ با غلامی کشورهای دیگر در چوکی نشستین و می خواهین بالای مردم مظلوم حکومت کنین. ما شما قاتلین ظالمین را نمی خواهیم بالای مردم مظلوم ما حکومت کنین. لطفا خودتان به خوبی خود حکومت رها کنین، ورنه خداوند پاک یک قسم جزا خواهد برایتان داد که تا بدانید که درد مظلوم و بیچاره و شهید از این وطن چیست. افتخار میکنم که ما سرزمینی دارم، خانه ای دارم به نام افغانستان و تمام افغان ها و همه رنگ و بوی متنوعی که دارن در قلب ما جای دارند.